کتابخانه صوتی فارسی زبانان خوشبختی عثمانیان این است که بیداران قوم رشته امور دولت را به واسطه قوه نظامی که در دست آنها بوده است گرفتند و به این سبب اصلاحات نافعی دیده می شود که در عروق ملک و ملت جاری است و به مناسبت آنچه گفته شد باید اعتراف کنیم که بیداران ایران که معدود قلیلی بودند نتوانستند زمام امر دولت را به دست بگیرند. از این سبب به جای آن که استقلال مملکت را تحکیم و ملک و ملت را ترقی داده باشند، قوای ملی را تحلیل بردند و مملکت را به حال ارتجاع درآوردند. بلی، قوه جوان نشو و نما کننده ایران به دست اشخاصی اداره می شد که نه تجربه کافی داشتند و نه مزاج مملکت را درست می شناختند و نمی توانستند اغراض شخصی را دخیل امور نوعی مملکت ننمایند. این بود که در مقابل خود قوه ارتجاعی در لباس ترقی خواهی و وطن پرستی ایجاد نمودند که طبعاً قوای محافظه کاران مملکت در هر لباس که بود گرد آن قوه تمرکز یافت و با شمشیر برنده مذهب و اکثریت بیخبر و با استمدادی که قوه مرتجعه از بیگانگان می کرد در مقابل قوه تجدد پرور خود نمایی کرده طفل نوزاد آزادی را در مهد شیرخوارگی سر بریدند. جمعی از خودپرستان سبب شدند و جمعی از بی‌مروتان مباشر این گناه عظیم گشتند. اینک چند سال است قاتلان خونخوار با دست‌های آلوده به خون بر سر و مغز یکدیگر می‌زنند و هر دسته این جنایت را به دیگری نسبت می‌دهد، در صورتی که همه شرکت نموده و دست همه خون‌آلود است. به هر حال آیا بعد از حوادث اخیر کار ما به کجا بکشد و مهره غلطان ایران بدبخت در کدام خانه استقرار یابد و از برابر صحنه مملکت داریوش به دست نادانی ما مردم کودک صفت از همه جا بیخبر چه پرده موهشی بالا برود و آیا این پرده از روی جنازه ایران بلند می شود؟ آیا در پس این پرده قبر مملکت کیان است؟ یا آنکه دست غیب و روحانیت ملت ستم دیده و حرمت خون شهیدان راه وطن این پرده موهش را به یک صفحه نورانی که با خط طلا رقم استقلال ابدی و آزادی ایران در پیشانی آن ثبت باشد مبدل خواهد نمود. اگر به تاریخ ایران نظر کنیم خواهیم دید که ایرانی روزهای از این سخت‌تر را هم به خود دیده است و موجودیت خیش را از دست نداده. بالجمله ترکان جوان در ظاهر با ایرانیان اظهار مهربانی می نمایند و از مقامات رسمی آنها مساعدت با ایرانیان در استخلاص ایران از دست تجاوزات روس و انگلیس حرفی شنیده نمی شود. ولکن باید دانست که ایران مستقل مقتدری که ترکان می خواهند موجود باشد و در آتی سیاستش با سیاست آنها موافق، آیا این همان مملکت مستقل چند هزار ساله است که نیمه نفس خود را به قرن بیستم میلادی رسانیده و از فشار لگد کوبی مغلها و عربها و غیره و غیره جان به سلامت در برده است و برای استقلال خیش اخیراً جمعی از نفوس محترم خود را فدا کرده یا خیر؟ کشف حقیقت این امر امروز بسیار مشکل به نظر می آید و کی می تواند این معما را پیش از خاتمه یافتن جنگ عمومی حل نماید؟ بلی، حل این معما هم مشکل است و هم آسان و آنچه می توان به خاطر گذرانید این است که ترکان جوان بدخواب شده به عقیده بدبینان و تازه از خواب برخواسته در دیده خوشبینان احساس کرده اند که استقلال ملی چنان که گفته شد فرع استحکام اساس ملیت است که هنوز در میان ایشان شالودش محکم نشده، احساس کرده اند که برای استحکام شالوده ملیت خود به همه چیز محتاجند. این است که به دست و پا افتاده اند. برای جلب روح ترک از هر کجا که بتوانند می خواهند ترکیت را در این امارت که بر سر این تل کوچک بنا شده و در برابر چشم من است، یعنی باب عالی، تمرکز بدهند. مدت هاست اداره مخصوص این کار ترتیب داده ترک تراشی می نمایند. قفقازی ترکند. آذربایجانیان گرچه تا دیرگاهی پیش از این فارسی زبان بوده اند و اکنون به ترکی سخن می گویند ترکند. پاره ای از ایلات وسط ایران که ترکی می گویند ترکند و به هر صورت هر کس در هر کجا ترکی سخن گفت ترک نژاد و مربوط به این قوم خواهد بود.
و بالاخره از اقوام گذشته به افراد رسیده است. اشخاص بزرگ ایرانی را هم که مناسبت جزئی با علم ترکیت داشتند، برای آنها شجره می سازند که رنگ ترکیت با آنها بدهند. می گویند سعدی شیرازی هم ترک بوده است، چون ممدوح وی سعد اتابک ترک بوده. ترکان جوان دانستند جز از راه تشویق و قدردانی و حقشناسی ممکن نیست در هیچ رشته دارای اشخاص کاراگاه شوند و متخصصی در فنی از فنون به دست آورند. این است که شعرا و ادبا و نویسندگان خود را که ترویج افکار جدید می نمایند تشویق می کنند. پیش از این ادبیات ترک عبارت بود از تقلید بسیار از ایرانیان و اندکی از اعراب، ولکن اخیر که مراودت و معاشرت ترکان با اروپاییان زیاد شده، تحصیل زبانهای غربی در آنها شایع گشته، یک قسمت از تقلید خود را از اروپاییان می نمایند. ولکن باز پی در پی لغت از زبان فارسی گرفته بر زبان خود می افزایند و مزایقه ندارند لفظ را در غیر موضع خود استعمال کرده باشند و زبان محدود و مخلوط خود را غنی نمایند. ترکان جوان عید ملی ندارند و مجبور گشتند نوروز عجم را که بهترین اعیاد ملی عالم است برای خود عید ملی قرار دهند و برای رسیدن به این مقصود به تاریخچه های افواهی و افسانه ها توسل می جویند. و بالاخره شاید به خاطر ترکان جوان خطور کند که مملکت قدیم ایران به منزله خانه کهنه بی صاحبی است که در جوار خانه نوسازی واقع شده می توانند مصالح آن را به تدریج جا به جا نموده خانه خود را از هر چه ندارند بی نیاز سازند. و این در صورتی است که چشم داشتی به خاک ایران نداشته باشند و انصاف بدهند که اگر آنها آباد کننده خاک باشند، صحرای وسیع آناولی و بیابانهای فراخ حجاز و عراق که در دست خودشان است آباد کنند، بهتر و مناسبتر است از خاک ایران. به هر صورت عثمانیان یا ترکان جوان که می دانند در آتیه هنای آنها در اروپا رنگی نخواهد داشت و قسمت اروپایی آنها مملکت افتخاری و سیاسی است، از باقی مملکت باید درآورند و در این قسمت خرج نمایند، من بعد مجبورند بیش از پیش به قسمت آسیایی خود اهمیت داده باشند و ناچار به ایران و قسمت ترک زبان آن بیش از پیش نظر خواهند داشت و می کوشند که دل ایرانیان را به خود جلب نمایند. ما نیز برای یگانگی و صمیمیت با عثمانیان در عالم سیاسی و اقتصادی و ادبی البته باید حاضر باشیم و در این حال جانب احتیاط را از دست نداده بدانیم با برادران عثمانی خود چگونه باید راه برویم که هر دو از یکدیگر استفاده نموده همه وقت در حال صلح بوده باشیم و بیگانه را هم بیگانه بدانیم هر که بوده باشد. صفحه 32، فصل 4، بقیه شرح احوال در قسطنطنیه و اوضاع عثمانیان. چنان که در فصل پیش نوشته شد، میرزا محمود خان احتشام السلطنه قاجار در این وقت در قسطنطنیه سفیر کبیر است و همسفران تصور می کنند من می توانم به واسطه سابقه خصوصیت با این شخص در اقامت این شهر از او همه گونه استفاده نمایم، در صورتی که نه او مرد افاده است و نه من اهل استفاده. در این صورت خوشحال خواهم بود اگر سفیر کبیر مرا به واسطه سعایت همسفران آزار نرساند، ولی متاسفانه بیفاصله بعد از ورود همسفران سعایت مزبور شروع شده او را از من بدگمان می سازند. باید دانست از آن وقت که احتشام السلطنه رئیس مجلس شورای ملی بوده و دموکرات‌های مجلس با او ضدیت کرده‌اند، چنان که در جلد دوم این کتاب نوشته شده، همه وقت از آنها رنجش داشته، در ایام جنگ هم که بعضی از دموکرات‌ها به ریاست آقا سید حسن تقی‌زاده در برلن به ظاهر با آلمان‌ها بست و بند کرده، اسباب مهاجرت را برای دوستان و هممسلکان خود در ایران فراهم آورده‌اند، رنجش احتشام السلطنه از آنها بر زیادت گشته، خصوصاً که آنها در مرکز سیاست جنگ نشستند و به استانبول و سفارت ایران اعتنایی ندارند. احتشام السلطنه هم مجبور است با هر تصمیمی که در برلن راجع به کارهای ایران گرفته شود موافقت کرده از مخالفین خود حرف شنوی داشته باشد.
به علاوه در مرکز ریاست و سفارت خود در این پریشان خاطری که دارد به چنگال نماینده ای از حوزه دموکرات ایرانی مقیم برلن گرفتار شده، همه وقت مراقب است ببیند کدام یک از مهاجرین با آن شخص آمد و شد دارند. و او میرزا محمد علی خان تربیت تبریزی است که با آقا سید حسن تقی‌زاده منصوب می باشد. بعد از ورود مهاجرین که رؤسای آنها همه اعتدالی هستند و یا با اعتدالیون سازش کرده اند، تنها کسی که سابقه ارتباط با دموکرات ها دارد و اعتدالی نشده نگارنده می باشد و به ضروره نماینده دموکرات ها با من آمیزش می کند. با وجود سابقه خصوصیت شخصی که در میان بوده است، این مسئله هم بر کدورت خاطر احتشام السلطنه از نگارنده می افزاید. تربیت هم شخصی کنجکاو و تحریک کننده است و تصور می کند می تواند به وسیله من از هرچه در سفارت ایران می گذرد آگاه گشته بداند فرستادگان نظام السلطنه با عثمانیان چه مذاکره می کند تا به حوزه ایرانی برلن خبر برساند. خصوصا که آلمان ها کار ایران را به عثمانیان واگذار کرده اند و مرکز سیاست ایران و آلمان و عثمانی دارد از برلن به استانبول انتقال می‌یابد و رشته کاری که به دست دموکرات‌ها بوده به دست اعتدالیون می‌افتد. سفیر کبیر هم که روحاً و سیاستاً با آنها موافق است، در این صورت به خود حق می‌دهد که در معاشرت با نگارنده الفت‌های قدیم را فدای سیاست وقت نموده روی حقیقی خود را به من نشان نداده باشد. نگارنده هم تا آنجا که بتوانم با او کجدار و مریض راه رفته، نمیگذارم رشته خصوصیت سوری از هم گسسته شود. با دموکرات‌های مقیم قسطنطنیه و اعتدالیون مهاجر هم آمد و شد مختصری نموده به حال و کار خود می‌پردازم. از ایرانیان ساکن استانبول، از تاجر و کاسب، کسانی که سابقاً بوده و با نگارنده آشنایی داشتند، کسی باقی نمانده است. تنها کسی که هست شیخ اسدالله مامغانی است که در جلد سیوم این کتاب نام برده شده. آن وقت در سلک روحانیان مقدس مآب بوده و اکنون در کسوت روحانیت تجدد پرور و سیاست مآب شده، با عثمانیان روابط خصوصی دارد و در سفارت ایران عنوان قضاوت شرعی و با نگارنده حق صحبت قدیم را رعایت نموده آمیزش دوستانه می نماید. سفیر کبیر نماینده دولت تهران و دو نماینده حکومت موقتی نظام السلطنه در کارها با هم شور کرده با عثمانیان داخل مذاکره می شوند و می خواهند اقدامات خود را به کلی از نگارنده مستور بدارند. ولی دوستان محرمی دارند که دوستی و محرمیت آنها با من کمتر از آنها نمی باشد. در این صورت چیزی بر من پوشیده نمی ماند. این حوزه در کار حقوق و معاش مهاجرین هم دخالت می کند و به توسط سفیر کبیر به عنوان بسته بودن راه ها از عثمانیان برای هر یک به تفاوت مراتب معاش می گیرند و تصور می کنند استانبول، تهران و دولت عثمانی دولت ایران است و در این حال از اعمال غرض درباره کسانی که هم خیال با آنها نمی باشند هم دریغ نمی کنند. و اما رابطه من با عثمانیان. دو روز بعد از ورود من به قسطنطنیه، طلعت پاشا که اکنون وزیر داخله است، از ورود من خبردار شده، مرا به باب عادی طلبیده از حال و کار من و همسفران می پرسد و هرچه مناسب بوده است جواب گفته شود، گفته می شود و افزوده می گردد که چون از بغداد به جانب استانبول روانه شدم، در نظر داشتم دو مطلب به شما بگویم، ولی در راه مطلب دیگر اضافه شد. اجازه می خواهم که سیوم را اول بگویم. وزیر داخله خود را برای شنیدن مطالب من حاضر کرده گفتم مطلب سیوم این است که با ارامنه اینطور رفتار نکنید. این رفتار اگر برای عثمانیت و اسلامیت شما ضرر نداشته باشد، برای انسانیت شما مضر است. طلعت براشفته می گوید آیا می دانید اینها در وان و غیره با مسلمانان چه معامله کرده، چه بیرحمی ها نسبت به زن و بچه مسلمان ها نموده اند؟ می گویم هر چه کرده اند مردان آنها کرده اند. اطفال کوچک آنها مانند اطفال کوچک ما بیگناهند. طلعت از روی تعجب می گوید چه دیده اید که اینطور آزرد خاطر شده اید؟
شمه‌ای از مشاهدات خود را که پیش از این نگارش یافته برای او نقل می کنم. اندوهناک شده می گوید باید اعتراف کنیم که نظامیان ما بیش از آنچه دستور داشتند نسبت به ارامنه بدرفتاری کرده اند. جواب می دهم این مذاکره در اتاق خلوت برای من ثمری ندارد. خوب است به گوش عامه برسد که دولت به این اندازه ستمکاری درباره زن و مرد و کوچک و بزرگ ارامنه متواری شده راضی نبوده است. دستور بدهید مأمورین این کار رفتار خود را با آنها ملایم‌تر بنمایند و روزی چند قمری که برای هر یک مقرری قرار داده اند و قوت لایموت آنهاست من بعد مرتب به آنها برسانند. طلعت نصیحت مرا میپذیرد و اقدام کرده به وعده خود وفا می نماید. مطلب دوم، به او میگویم قشون شما همدوش قشون ایرانی رو به تهران می رود و اکنون به همدان رسیده اند. من معتقد نیستم پیشتر بروند. طلعت میگوید ضرری ندارد بروند تهران را تطهیر کنند. مرادش این است شاه و دولت را از محاصره روس و انگلیس درآورده این طرف بیاورند. میگویم پیش از اینکه قشون عثمانی و ایرانی تهران را تطهیر کنند، روس و انگلیس این کار را کرده. شاه را به استراباد خواهند برد و پایتخت را عوض خواهند کرد و مشکلات دیگر تولید می شود. به علاوه اگر خدای نخواسته دولت علیه نتوانست بغداد را نگاه دارد، طلعت از شنیدن این کلمه آثار پریشان خاطری از صورتش هویدا می گردد. قشون جلو رفته شما از همدان خود را به بیجار که مرکز قشون شماست زودتر می رسانند تا از تهران و اگر از همدان تجاوز کردند ممکن است در این صورت محاصره گردند. طلعت اندکی تأمل کرده می گوید من در جریان کارهای نظامی نیستم، بهتر این است در این موضوع با انور پاشا وزیر جنگ صحبت بدارید. میگویم آن رابطه خصوصی را که با شما دارم با او ندارم. جواب میدهد حاصل خواهید کرد. مطلب سیوم چیست؟ میگویم از گفتن آن ملاحظه دارم. چنان که از گفتن اول و دوم ملاحظه نکردید، سیوم را هم بی ملاحظه بگویید. با ایرانی حرف اتحاد اسلام نزنید. با کمال برآشفتگی آیا آنها مسلمان نیستند؟ میگویم چرا مسلمانند، اما در درجه سوم. اول ایرانی اند، دوم جعفری و سیوم مسلمان. طلعت پاشا تبسم کرده میگوید عجبا اینطورند. میگویم بلی، اگر نام محمد و علی را روی صفحه نوشته یک ایرانی را چوب بر سر بزنید که یکی از آن دو را محو کند، او محمد را محو میکند و از محو کردن نام علی احتراز دارد. پس آنها شیعه مذهب هستند پیش از آنکه مسلمان باشند. در این صورت دعوت ایرانی به اتحاد اسلام نتیجهش تجدید دعوای علی و عمر خواهد شد، بلکه بهتر است در هر گونه اتحادی بخواهید با ایرانیان بکنید حرف مذهب در میان نیاید. روزگار هم رفته رفته عصبیت‌های قدیم را در هر دو ملت ضعیف ساخته است، چه بهتر که فتنه خفته را بیدار ننمایید. طلعت میگوید اجازه میدهید این مطلب را در مرکز جمعیت اتحاد و ترقی مذاکره نمایم؟ میگویم در صورتی که صلاح دو مملکت باشد محظوری نخواهد داشت. طلعت از ورود من به استانبول اظهار مسرت میکند و مقرر میشود مکرر یکدیگر را ملاقات نماییم. روزی دو از این قضیه میگذرد. از طرف انور پاشا وزیر جنگ به وزارت جنگ دعوت می شوم و معلوم می شود برای مذاکره راجع به تجاوز کردن قشون از همدان به طرف تهران است. در این مجلس وزیر جنگ عثمانی را از روی نقشه قانع می سازم که تجاوز اردوی مشترک عثمانی و ایرانی از همدان با وجود نگرانی که از نگاهداری بغداد هست خطرناک می باشد و در همین روز دستورهای خود را که به رئیس اردوی همدان دادن تغییر داده، تهران از تهدید حمله این قشون فراغت می‌یابد و طولی نمی‌کشد که بغداد به دست انگلیسیان فتح می‌شود و قشون عثمانی از همدان خود را به بیجار کشیده از خاک ایران خارج می‌شود.
باز پس از چند روز از طرف حلیم پاشای عرب رئیس الوزراء دعوت می شوم. صدر اعظم عثمانی که رئیس حوزه مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی هم هست از نگارنده می پرسد به طلعت پاشا در خصوص اتحاد اسلام چه گفته بودید؟ مذاکرات خود را که با طلعت نموده بودم با وی تجدید می کنم. حلیم پاشا تصدیق می کند که نباید فتنه خفته اختلاف شیعه و سنی را بیدار کرد و بعد از این هم دیده می شود که با ایرانیان این موضوع را تعقیب نمی نمایند، بلکه تا حدی هم این نظریه را به گوش جمعیت خود می رسانند. چنان که نوری بیک مدیر یکی از روزنامه های مهم آنها که جوان فعال و از کارکنان جدی جمعیت است، روزی نزد نگارنده آمده می پرسد به طلعت پاشا در موضوع اتحاد اسلام چه گفته بودید؟ مذاکرات خود را برای او نقل می کنم. می پرسد آیا ممکن است این مطالب را به قلم آورده مقاله ترتیب بدهید و به ترکی ترجمه شود و در یکی از مجلات ما طبع و نشر گردد؟ می گویم البته با کمی ملاحظه که از متعصبین هر دو ملت لازم است بشود اقدام خواهد شد. مقاله در تحت عنوان ایرانیان و عثمانیان نوشته در شماره 7 مجله ادبیات عمومی به فارسی و ترکی نشر و در افکار عثمانیان متجدد تأثیر شدید می نماید. خلاصه مقاله مزبور آنکه سالهاست دانشمندان این دو ملت می کوشند از اشتعال نایره اختلاف مذهبی که قرنهاست از روی سیاست داخلی و خارجی در این دو مملکت اسلامی جاری بوده و هر دو ملت و مملکت را دچار خسارتهای جانی و مالی بسیار نموده است بکاهند. تا یک درجه هم موفق گشته به مقصود نزدیک شده اند و از عصبیت‌های قدیم که به وضع موهش در میان عوام هر دو فرقه خودنمایی داشته کاسته شده است. ترقیات علمی و ادبی هر دو ملت هم به زمینه اقتضای عصر آنها را مدد رسانیده است و کار به جایی رسیده که آنچه را پیران متعصب قدیم در آینه نمی دیدند اکنون جوانان منورالفکر در خشت خام مشاهده کرده می بینند که اگر عثمانیان و ایرانیان با یکدیگر اتفاق و اتحاد حقیقی نکنند، نمیتوانند به روشنایی آتی خود امیدوار باشند. اینک من به برادران عثمانی خود مژده میدهم بذر مودتی که به دست منورالافکاران ایران در مزرعه دل ایرانیان از مهر و محبت برادران دینی و عثمانی آنها پاشیده شده است، سرسبز گشته دارد حاصل نیکو میدهد. در این صورت، اگر نهال محبتی هم که به دست منورالافکاران عثمانی در قلوب عثمانیان از محبت برادران دینی ایرانی خود غرس شده نمو متقابل بنماید و میوه شیرین بدهد، امید از تاریکی های عصبیت های قدیم از صفحه خاطر هر دو ملت برطرف شده برای دفاع از تجاوزات دشمنان مشترک دست اتحاد به هم داده به مقاصد مشروع خود کامیاب بگردند. و بالاخره عنصر وحدانی ایرانی با وصف ایرانیت و جعفریت رکن معظم بنای اسلامیت و برادر مهربان ملت با احتشام عثمانی بوده باشد. مقاله مزبور به اداره تفتیش مطبوعات که در ایام جنگ برقرار است رفته، اداره مزبور اجازه نمی دهد جمله آخر را طبع و نشر نمایند و می گوید در طبع این جمله تصویب شیخ الاسلام ضرورت دارد. نوری بیک مقاله را نزد نگارنده آورده تقاضا می کند این جمله را حذف نمایم، ولی تقاضای او پذیرفته نمی شود و بدون این جمله به طبع و نشر آن رضایت نمی دهم. نوری بیک مقاله را به نظر طلعت پاشا رسانیده از او تکلیف می خواهد، طلعت اجازه طبع آن را به همین صورت می دهد. بدیهی است باید مرکز رسمی ایران در این پایتخت و برادران ایرانی من، مخصوصاً همسفران که در خیر و شر این سفر با هم شرکت داریم، خوشحال باشند که نگارنده توانسته باشد به مصلحت ایران و ایرانیان با جمعیت اتحاد و ترقی که اکنون حاکم این مملکت است، روابط خصوصی داشته باشم. ولی متاسفانه از روی حسادت و سوء اخلاقی که در اغلب افراد ما موجود است، دیده می شود این پیشامدها در مرکز رسمی ایران و در دماغ همسفران، سوء اثر می کند و دقیقه در آزار نگارنده کوتاهی نمی کنند و من همه را به بردباری می گذرانم
و میکوشم خود را از تیررس سهام حسادت و غرضمندی آنها دور بگیرم. و لحاظا آمد و شد با سفارت ایران و ایرانیان را ترک نموده در گوشه خانه نشسته به تألیفات خیش مراجعه و به نگارش داستان شهرناز و غیره خود را مشغول می سازم. تا 17 جمادی الاولی 1335 هجری که بغداد و تمام عراق عرب به دست قشون انگلیس فتح شده، در نتیجه آنچنان که گفته شد قشون عثمانی و ایرانی تا محصور نگردد از همدان عقب کشیده از خاک ایران خارج و به طرف موصل می آید. ایرانیان مهاجر که از رئیس و مرعوس، نظامی و غیره، اعتدالی و دموکرات، نماینده و غیر نماینده در عقب سر آن اردو زندگانی و امرار وقت می کردند، همه برگشته داخل خاک عثمانی شده کم کم به استانبول رو می آورند. در این حال نگارنده به واسطه اجتماع آنها در استانبول و به خیال اینکه بتوانم راهی برای بازگشت به ایران به دست بیاورم، مصمم می شوم به توقف استانبول خاتمه بدهم، چنان که در آخر این فصل خواهید خواند. اینک به شمه ای از اوضاع داخلی ایران و سیاست خارجی آن و به بدبختی بزرگی که به یکی از صالح ترین ایلات ما رو می آورد اشاره نمایم. چنان که از پیش نوشته شد، رؤسای ایل نجیب سنجابی یعنی شیرخان و اولاد او که حکومت سرحد غربی ایران هم با آنهاست، در حوادث اخیر مملکت جزو ملیون و مجاهدین شده با دموکرات ها موافقت کردند. در این وقت که قشون انگلیس بر عراق عرب مسلط شد و جنگ های داخلی مغرب ایران خاتمه یافت، حکومت موقتی نظام السلطنه برهم خورد و مجاهدین و ملیون از ایران خارج می شوند. سلیمان میرزای محسن رئیس دموکرات های مهاجر با عده ای از دموکرات ها خود را در پناه ایل سنجابی می کشند. علی اکبر خان، سردار مقتدر، ولد شیرخان که از دیگر برادرانش بیشتر داخل کشمکش های سیاسی است، وسایل آسایش پناهاورندگان را به خوبی فراهم می آورد و در مدت چند ماه از هر گونه فداکاری و خدمتگزاری درباره آنها دریغ نمی دارد. و چون انگلیسیان پس از تصرف عراق عرب و خاتمه دادن به حوادث سیاسی و نظامی غرب ایران تمام مملکت را به واسطه قوای روس که در ایران است و با آنها متحد می باشند زیر دست قدرت خود می گیرند، به عنوان توقیف رؤسای دموکرات برای گوشمال دادن به ایل سنجابی، به ایل مزبور حمله نموده از هر گونه ستمکاری درباره آنها دریغ نمی دارند و صدها مرد و زن و بچه بیگناه آنها هلاک می گردند و اموالشان غارت می شود. سلیمان میرزا و بعضی دیگر را هم گرفته به هندوستان تبعید می نمایند. انگلیسیان چون به امنیت ایالت‌های جنوبی ایران مخصوصاً فارس و بنادر برای کار تجارت و سیاست خود اهمیت بسیار می دهند و به علاوه نمی خواهند در این وقت که قوه ژاندارمری ایرانی منحل شده قوه دیگری که بتواند با قوای روس از قشون خود و قزاق ایران همسری نماید وجود نداشته باشد، لحاظا قوه در تحت امر صاحب منصبان انگلیسی در جنوب ایران تشکیل می دهند به نام پلیس جنوب. بدیهی است مخارج این قوه را خود می دهند به قصد اینکه در آتیه از دولت ایران بگیرند و هم واضح است که کمپانی نفت ایران و انگلیس که از این قوه استفاده مهم می نماید، از هر گونه مساعدت با دولت انگلیس در تشکیل این قوه دریغ نمی نماید. پس در جنوب و شمال ایران دو قوه در معنی مخالف یکدیگر و در صورت متحد و موافق به نفع دولتین روس و انگلیس موجود می باشد. در مرکز مملکت هم میرزا حسن خان وثوق‌الدوله را که از ترس کمیته مجازات تأسیس شده در تهران با عملیات شدید که از آن بروز نموده به کلی خانه نشین و مخفی بوده است، سر کار آورده، دولتی که کاملاً در تحت نفوذ آنها باشد به دست او تأسیس می نمایند و ماهی 300,000 تومان به عنوان مساعدت به آن دولت می پردازند که بتواند خود را اداره کند. وثوق‌الدوله و رفقای او هم دل خود را خوش کرده این پول را مائده آسمانی برای خود فرض می نمایند. روس و انگلیس از روی سیاست عمیق انگلیسیان یک عهدنامه مخفی میان خود و
راجع به قسمت وسط ایران که در عهدنامه 1907 بی‌طرف گزارده شده می‌بندند، برای روزی که بخواهند حساب مملکت کیان را به کلی ما بین خود تسویه نمایند. در این حال درهای امیدواری در روی زمین به روی ایران بسته می شود و مملکت ما در باطن به خیال روس و انگلیس میان آنها تقسیم می گردد و تنها امیدی که در دل امیدواران باقی می ماند این است که تصور می کنند درهای آسمانی به روی آنها هنوز بسته نشده. ممکن است حوادثی پیش آید که عهدنامه های علنی و مخفی روس و انگلیس در ایران حکم کاغذپاره را پیدا کند و گریبان مملکت ما از پنجه این دو رقیب ستیزه رهایی بیابد. خلاصه نظام السلطنه با همراهان خود وارد استانبول می شود. عثمانیان از او پذیرایی می نمایند و در این تنگ دستی از ارزاق که دارند او را مانند صاحب منصبان بزرگ نظامی خود جیره و مواجب نو. نظام السلطنه می خواهد در این پایتخت هم بر همراهان خود و مهاجرینی که دسته به دسته وارد می شوند حکومت کرده خود را رئیس و آنها را مرؤوس بداند و به این وسیله اهمیت خیش را در نظر عثمانیان محفوظ نگاه دارد. ولی غیر از معدودی از بستگان نزدیک او کسی زیر بار نرفته به او سر فرود نمی آورد. اختلاف که روز به روز میان هموطنان مهاجر زیاد می شود و تصمیم نگارنده را در ترک قسطنطنیه قوت می بخشد. بالاخره از طلعت پاشا که اکنون صدر اعظم است تقاضا می کنم رخصت بدهند برای شرکت نمودن در کنگره سوسیالیست ها که به جهت خاتمه دادن به جنگ عمومی در مملکت بیطرف سوئد منعقد می گردد بدان مملکت روانه شوم و تصور می کردم اگر خود را بدان جا بکشانم بعد از اتمام کنگره مزبور خواهم توانست از راه فنلاند و روسیه به طرف ایران رهسپار گردید. صدراعظم به سفارت خود در سوئد تلگراف می کند که مسافرت نگارنده به آن مملکت برای خدمت به عثمانی و ایران و عالم اسلامیت سودی دارد یا نه. جواب مساعد می رسد و اسباب مسافرت مرا فراهم می آورد و دولت آلمان و اتریش را وامی دارد به من اجازه گذشتن از خاک خود را بدهند و با وجود دسایس بسیار که از ارباب غرض در جلوگیری از این مسافرت من می شود، با شتاب خود را آماده این سفر می نمایم. صفحه 41، فصل 5، سفر شمال و بهبود احوال. در بهبوهه پریشان خاطری ها که از طول اقامت قسطنطنیه و از کردار هموطنان مقیم و مهاجر بر من احاطه کرده بود، روز 20 ماه شوال 1335 که از استانبول به عزم مسافرت اسکاندیناوی حرکت می نمودم، مرا روز خوشحالی بود و این مسافرت اتفاقی برای من فرج بعد از شدت شمرده می شد. گرچه بایستی یک سر به برلن رفته از آنجا به جانب مقصد روانه شوم، اما ناتمامی کار اجازه گرفتن از اداره جنگی دولت آلمان برای گذشتن از آن مملکت و عجله‌ای که در مسافرت داشتم مرا مجبور کرد در خارج قسطنطنیه انتظار اتمام کار را داشته باشم و برای این کار وین را برگزیدم. این سفر دوم است که من از راه بالکان مسافرت می کنم و به واسطه ی انقلابات جنگ اوضاع راه را دگرگون مشاهده می نمایم. مملکت سرب از میان رفته، تنها بلغارستان و هنگری میان خاک ترکی و اتریش فاصله است. به علاوه مسافرت از این راه به کلی در تحت نظارت قوه نظامی است و مسافرین دچار مشکلات بسیارند. در این سفر یک کلمه نوشته همراه نیست، بلکه کاغذ سفید هم قابل گذرانیدن از حدود نمی باشد. در این صورت مسافت راه را که سابقاً به خواندن کتاب و غیره و به دیدن اوضاع فرهنگیز طبیعی و تماشای آمد و رفت ها و خوشحالی های بسیار مسافرین و مردم بومی در سر گارها و در اتاقها و راهروهای ترنها با مسرت می گذشت، اکنون تنها به گفتگوی غمزدگان و دیدن اوضاع طبیعی در هم و بر هم و احوال پریشان مردم هر کجا که به واسطه بدبختی های جنگ با رنگ های زرد، بدن های ضعیف و صورت های اندوهناک ماتم زده دیده می شوند می گذرد.
زمین‌های سرحدی عثمانی که هنوز از فشار لگدکوبی بالکانیان در نیامده، گرفتار بدبختی جنگ حاضر شده است و لم یزرع مانده، از حال پریشان سرحدنشینان و سختی معیشت ایشان خبر می‌دهد. رسیدن به خاک بلغارستان و مبدل شدن زمین‌های خشک بی‌حاصل خاک ترکی به اراضی سبز پرحاصل و اشتغال زن و مرد بلغاری به کشت و کار، فراوانی ارزاق و آمد و رفت زیاد و تبدیل یافتن ویرانه‌ها به آبادانی‌ها، تفاوت بلغاریان را با ترکان در کار نیکو نشان می‌دهد. آری، بلغارها گرچه در جنگ بالکان صدمه خوردند، ولیکن پشتکار و هوش آنها به زودی کسر آن صدمه را جبران نموده. در جنگ حاضر هم با اینکه شریک آلمان و متحدین او بودند، تنها شریک منفعت بوده، کمتر در خسارتها شرکت نمودند. چنان که حدود خود را نگاهداری کرده، در پیش قدمی به حدود دشمنان، مگر برای شرکت در غنیمت نمودن، به آسانی قدمی بر نداشتند. به این سبب میتوان گفت در جنگ حاضر بلغارستان سود نموده است، خصوصا که در تقسیم مملکت صربستان قسمت عمده به دست وی افتاده و شهر نیش، دوم پایتخت صرب، اکنون در تصرف اوست. خلاصه از خاک بلغارستان و صرب گذشته به سرحد اتریش یا اول خاک هنگری رسیده، بهبود احوال و وفور آبادی و فراوانی ارزاق را قیاس به خاک عثمانی نمیتوان کرد، خصوصا در مملکت هنگری که نسبت به اتریش هم ارزاق فراوانتر است. روز 22 شوال هنگام چاشت به وین میرسم. این دفعه چهارم است که به این پایتخت وارد میشوم و چه اندازه تفاوت است میان حال حاضر این شهر با احوال گذشتهش. کثافت خیابانها، خشک بودن سبززارها، لگدکوبی چمنهای پرگل و لاله اش در گردشگاه‌های عمومی، بدنهای ضعیف و رنگهای پریده مردمش خبر می‌دهد که جنگ حاضر و بدبختی‌های آن با این مملکت چه معاملت نموده است. با این همه مردم وین از خلق قسطنطنیه خوشبخت‌تر شمرده می‌شوند. چه در مغازه‌ها و دکاکین استانبول از معقول و ملبوس و مشروب همه چیز به حد وافر دیده می‌شود. و برای مردم دولتمند چندان تفاوتی در زندگانی با غیر روزگار جنگ حاصل نشده است و بینوایان همه چیز را به دیده خود دیده، جز آه حسرت کشیدن و بالاخره با شکم گرسنه جان دادن چاره‌ای ندارند. ولی در وین هر چه هست برای همه هست و هر چه نیست برای هیچ کس نیست. درست است که در مهمانخانه های بزرگ و در ادارات معظم وفور ارزاق افزون است، ولی مردم آنها را نمی بینند و ارزاق عمومی که سرآمدش نان است به طور تساوی و یک رنگ و یک جنس به همه داده می شود. مردم اتریش از جنگ به سطوح آمده اند، ولیکن رو در بایستی شدیدی که از آلمان ها دارند و خطرناکی موقع خود را که ملاحظه می نمایند، به علاوه احساسات پادشاه جوان تازه به تخت و تاج رسیده، آنها را ناچار نموده است بردباری نموده نارضایی خود را از جنگ آشکار نسازند و با این تفصیل از کمتر زبانی است که از جنگ و بدبختی های آن شکایت شنیده نشود. شهر وین را در این سفر بهتر از سفرهای پیش می‌بینم و با مردم آن بیشتر آمیزش می‌نمایم. با پاره ای از خانواده های مهربان اتریش آمد و رفت کرده، بر اخلاق و عادات آنها تا یک اندازه پی برده، می فهمم مهربانی و خونگرمی این ملت کمتر از هیچ یک از ملت‌های اروپایی نیست. و اما ایران وین. در وین اکنون سفارتخانه مختصری داریم که سفیر آن صفاء الممالک نائینی است. صفاء الممالک شخص ملایم بردبار آسایش طلبی است که دوست می‌دارد به وطن پرستی و ملت خواهی ستوده شود و این خود در روزگار بیمردمی ما قیمت دارد. چند تن تاجر و تاجرمنش ایرانی هم اینجا دیده می شوند که در ایام جنگ بیکار مانده اند. دربار اتریش مستقیماً با دربار ایران کاری ندارد، خصوصاً در ایام جنگ که دولت ایران اگر از ترس روس و انگلیس جرأت کند کلمه‌ای با این دست از دول جنگجو بگوید، با آلمان و عثمانی می گوید و اتریش را هم ضرورتاً شامل است.
پس از چند روز انتظار و اتمام کار رخصت عبور از آلمان، از وین به برلن مسافرت می نمایم و این روز 12 ذی‌القعده 1335 هجری است. در راه آهن با جوانی از صاحب منصبان اتریش که به برلن می رود هم منزل شده چند ساعت گفتگو می کنیم و همه راجع به ایران است و یک سؤال او در قلب نگارنده تأثیر شدید می نماید. می پرسد سرحدات ایران کجاست؟ اول نگارنده می خواهد از این پرسش اظهار حیرت نماید، ولی فوراً ملتفت می شوم این سؤال ساده نیست، بلکه نظر به بودن قشون‌های مختلف بیگانه در مملکت ما می باشد که در روی نقشه‌های جنگی عمومی سرحدات ما را برهم زده، سرهنگ جوان را به این پرسش حیرت انگیز واداشته است. جواب تأسف‌آمیزی به امید هم و می گذرد. نیمه شب است. به برلن می رسم. نبودن وسایل نقلیه بسیار در جلوی گار، نبودن آمد و رفت، زیاد کم بودن روشنایی‌ها، می‌فهماند این برلن برلن پیش نیست و در مدت 3 سال روزگار جنگ نقصان بزرگ بر آن وارد گشته است. اتفاقاً اتومبیل یکی از هتل‌ها را جلوی گار ایستاده دیده، آن را غنیمت شمرده، به فاصله کمی خود را به هتل مزبور رسانیده، شب را راحت به سر می‌برم. صبح می شود. صبحانه مختصری که شیرینی آن منحصر است به 2 دانه حب کوچک شیرینی مصنوعی سوخارین صرف می شود. در برلن قند و شکر مصرف نمی شود، مگر برای نظامیان و برای سفارتخانه های اجنبی که مختصری می دهند و به خانه‌دارها از روی کارت به کمتر چیزی که بشود قناعت کرد. آلمان ها می گویند ما قند نمی خوریم. قند را می دهیم به کودکان متحد با خود. مرادشان ترکانند که اگر ندهیم گریه کرده میگویند پس ما هم جنگ نمی کنیم. در برلن مساواتی در میان عموم مردم دیده می شود و انتظاماتی داده شده که محیرالعقول است. درست است که شهر برلن بعد از 3 سال با نصف دنیا جنگیدن البته به تراوت و صفای پیش نیست، البته روشنایی سابق را ندارد، البته آمد و رفتش مثل روزگار پیش از جنگ نمی باشد، ولیکن اگر کسی نداند روزگار جنگ است، از اوضاع جنگ کمتر چیزی در شهر احساس می نماید، خصوصا که در صورت مردم انبساط شدیدی دیده می شود. در مجامع آنها از مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و غیره صدای قهقه بلند است و چنان می نماید که این اظهار تردماغی از دلهای مجروح شکسته، از خاطرهای ماتم زده، از رنگ و روهای پریده، از بدنهای لاغر شده و بالجمله از شهری که کمتر خانه‌ای در آن هست که یک یا چند جوان تحصیل کرده دانشمند یا تحصیل از آن زیر خاک نرفته یا بی دست و پا نشده و یا مجروح نگشته در گوشه بیمارستانی با یک عالم اندوه انتظار مرگ را نداشته باشد. از شهری که غیر از پیران از کار افتاده و کودکان کمتر مرد بومی در آن دیده می شود و از قوه جوانش هرچه باقی است در زیر آتش عالمسوز می سوزد، شنیدن این قهقهه ها و دیدن این اظهار خرمی و انبساط البته چندان ساده و طبیعی نیست، ولیکن این ملت در بردباری، در پشتکار، در بی‌اعتنایی به دشمن، در ثبات قدم و در اطمینان داشتن از دولت خود به حقیقت اول ملت دنیا شمرده می شود. البته در مقابل یک دنیا دشمن حق دارند غم و اندوه و ماتم زدگی خود را پنهان نگاه داشته این بی‌اعتنایی را از سرمایه های بزرگ خود بشمارند. نگارنده می‌خواسته است در این هنگام سیاحتی هم به 2 مملکت انگلستان و فرانسه نموده از حالت روحی و وضع مردم آن 2 مملکت نیز در ایام جنگ خبردار شوم، اما گمان ندارم اسباب مسافرت به آن طرف فراهم آید، خصوصاً به انگلستان که اولاً درهای خود را به روی آمد و رفت بیگانگان به کلی بستند و آزادی که در آلمان به اقتضای وقت تا 1 درجه هست در آنجا نیست. ولیکن از دیدن احوال آلمان‌ها و اوضاع برلن که مرکز این دسته جنگجوست تا 1 اندازه به اوضاع لندن و پاریس هم می شود پی برد و آن 2 مملکت هم هر یک البته در عالم خود مزایایی دارند.
در برلن غیر از ارزاق عمومی همه با کارت و به حد معین و چنان که گفتم به طور تساوی است. سایر مایحتاج زندگانی هم مخصوصا آنها که در کار جنگ به مصرف می رسد، مانند فلزات و چرمینه و پشمینه، همه از روی کارت و به قدر ضرورت، بلکه کمتر از قدر ضرورت به دست مردم می رسد. کف کفش ها از تخته، پیراهن، شلوار، حوله و دستمال ها که شستن مکرر لازم دارد، به واسطه نایابی صابون بیشتر از کاغذ، و با این حال از زبان هیچ کس شکایتی شنیده نمی شود و مردم با این زندگانی فوق‌العاده خو کرده بردباری می نمایند. آری، اگر دولت آلمان این حسن اداره را نداشت و این عاقبت اندیشی را نمی کرد تا این درجه ملت با دولت همراهی ننموده، شکیبایی را پیشه خود نمی ساخت و هرگز نمی توانست 3 سال در برابر چندین دولت و ملت مانند فرانسه، انگلیس و آمریک و غیره خودداری کند. با در دست داشتن آنها قسمت مهم دنیا را از بر و بحر و در زیر دست داشتن ایشان بسیاری از ارزاق عالم را. با این حال شاهد فتح و ظفر را هم در آغوش خود گرفته تصور نماید، در صورتی که بزرگتر زحمت آلمان کشیدن بار سنگین متحدین است بر دوش خود، که همه از او همه چیز می خواهند تا بتوانند قدمی به مساعدت او بردارند. توقف نگارنده در برلین مقارن می گردد با حرکت قشون آلمان به جانب ریکا، و در همان چند روزه ریکا به تصرف آلمان در آمده بر عیش و سرور مردم افزوده می شود. و اما ایران برلین. در برلین سفارتخانه بینامونشانی از ایران هست. سفیرش حسین قلی خان نواب است از فرقه دموکرات ایران و پیش از این نام برده شده است. دیگر یک اداره روزنامه کاوه است با یک مؤسسه کوچک ایرانی، در ظاهر به نام اداره کاوه و در باطن دخیل کارهای سیاسی ایام جنگ مربوط به آلمان و ایران. اعضای این اداره آقا سید حسن تقی‌زاده است که پیش از جنگ در آمریکا و انگلستان بوده. بعد از شروع به جنگ با آلمان ها ظاهراً بست و بند کرده به برلین آمده، تنی چند از ایرانیان مقیم خارج را آنجا جمع کرده، برای ایران تا آنجا که به منافع آلمان مفید باشد یا بی ضرر قدمی برداشته و مداخلات او و همراهانش تا یک اندازه در اقداماتی که در اوایل 1334 هجری در تهران شده دخالت داشته، چنان که در اول همین جلد از کتاب نوشته شده و نگارنده خود جریان آن احوال را شاهد بوده است. اعضای سوسیته برلین یکی محمد ابن عبدالوهاب قزوینی است که اکنون میرزا محمد خان نامیده می شود و پیش از این هم در این کتاب نام او برده شده. او یکی از اشخاص آگاه است، مخصوصا در فن تاریخ و خصوصا قسمت تاریخ مغول که بر دیگر هموطنانش مزیت دارد. اعضای این سوسیته سیاسی همه مرد سیاست نیستند و اجتماع آنها در این مرکز از روی ضرورت بوده است که در این حال بتوانند امرار حیات نمایند. خلاصه امروز باید از سرحد آلمان بیرون رفت و بعد از 2 سال دیدن و شنیدن بسی اقوال و احوال حزن‌انگیز از حوزه جنگجویان بدر شد. ولی باید دانست که گذشتن از سرحد آلمان چندان بی زحمت نیست و قانون جستجو استثنا بردار نمی باشد. بعد از ظهری است، به کنار دریای بالتیک می رسم و در این ساحل 1 ساعت در دست کاوش کنندگان گرفتاریم. مسافرین را برهنه کرده بدن آنها را می کاوند، مبادا چیزی بر پوست بدن آنها نوشته شده باشد. پس از آنکه محقق شد مسافر نوشته و یا هرچه در ایام جنگ بیرون بردنش از خاک آلمان ممنوع است همراه ندارد، او را رخصت گذشتن و کشتی نشستن می دهند. این تکلیف را ادا کرده، از آن محوطه در گذشته، قدم به کشتی نهاده، اوضاع دنیا را دگرگون و احوال را از هر جهت به وضع عادی که مدت هاست از دیدارش بی بهره بوده مشاهده نمود. روی ورقه مخصوص کشتی شرح ذیل را به یادگار می نویسد. 3:30 بعد از ظهر 17 ذی‌القعده 1335 هجری است.
در دریای بالتیک به نگارش این یادداشت می‌پردازم. در محرم 1334 هجری که از تهران در آمده به دست حوادث جنگ عمومی یا در برابر تندباد انقلابات عظیم به بغداد افتاده، به قسطنطنیه رفته، بالاخره از خاک بالکان گذشته، صحراهای سبز اتریش و آلمان را پیموده، همه جا در تنگنای حکومت نظامی و قوانین سخت ادارات جنگی مقهور بوده، بویی از آزادی روزگار صلح و سلامت به مشام جانم نمی رسیده است، با هزار زحمت خود را از حوزه جنگ بیرون افکنده، یعنی از سرحد آلمان در کنار دریای بالتیک، پس از تعیین نمودن دربندهای سخت و گذشتن از مرحله های پرزحمت به کشتی نشسته، رو به مملکت سوئد روانه هستم تا در استکهلم، پایتخت دولت بیطرف مزبور، در انجمن بزرگ اجتماعیون عالم شرکت نموده، بلکه بتوانم از این راه در این حوزه خدمتی به وطن خود نموده باشم. آری، در کنار این دریا و در ساحل این بندر موسوم به سانیت، میان صلح و جنگ، میان طرف و بیطرف، میان آزادی و گرفتاری و یا در میان محدود و مقید بودن لوازم زندگانی برای غنی و فقیر، یک در فاصله است. اما چه در که در پشت آن میلیون ها قشون جرار به هم می جوشند و از شرف قومیت خیش دفاع می نمایند، یا به حرص و طمع جمعی سرمایه داران و بالانشینان خود پسند خدمت می کنند. به هر صورت مانند مرغی که از قفس پرواز کرده باشد، از آن در بیرون شده، از استنشاق هوای لطیف این دریا که رایحه صلح و سلامتش دماغ جان را معطر می سازد، بهره مند می گردم. خدایا روزگار صلح را نزدیک گردان و این خونریزی موهش دنیا خراب کن را خاتمت بخشای و دول جنگجو را انصاف ده که نظری به حال فلاکت زدگان خود نمایند و به این بدبختی بزرگ عالم بشریت خاتمه بدهند. صفحه 48، فصل ششم، استکهلم و مأموریت. ماه دوم پاییز است که من به این شهر میرسم. هوا در نهایت لطافت، درختان سبز، چمنها شاداب و زمردگون، مملکت آرام، مردم آسوده خاطر. چیزی که باعث نگرانی است یکی این است که تصور می شود قیمت ارزاق و فراوانی آنها به صورت کنونی باقی نماند، و دیگر این که تحریک انگلیس و آلمان در این مملکت بر ضد یکدیگر محافل سیاسی را در اضطراب خاطر انداخته. سوسیالیست ها که رئیس معروفشان برانتی نام دارد می کوشند حکومت را در دست خود بگیرند، اگرچه آنها بر ضد آلمان نمی باشند، ولی رئیس آنها شخصاً با آلمان ضدیت دارد و از هنگامی که کنفرانس عمومی سوسیالیستا برای صلح عمومی در این شهر تشکیل شده، رئیس مزبور اهمیت یافته به خیال افتاده است خود زمام دولت را در دست بگیرد. باید دانست که با همه تحریک انگلیس و روس در این مملکت بر ضد آلمان و با همه نفوذ انگلیسیان در دل مردم، با سیاست آلمان بر سیاست دیگران غلبه دارد، به واسطه اینکه قوای عسکری با او همراهند و می‌دانند اگر بخواهند مخالفت کنند نابود خواهند شد. این است که کوشش موسیو برانتی برای رئیس الوزرا شدن نتیجه نداده، کابینه را دیگری که ضدیت با آلمان ندارد تشکیل داده، برانتی وزیر مالیه می‌شود و طولی نمی‌کشد که استعفا داده خارج می‌گردد. نگارنده در ابتدای ورود به استکهلم مقاله‌ای در تحت عنوان آریستوکراسی و دموکراسی نوشته، می‌خواهم آن را در سوئد منتشر نمایم. به واسطه یه تندی که دارد ارباب جراید نمی‌پذیرند. بالاخره ترجمه آن به فرانسه به طور خلاصه در لوزان سوئیس در نمره 31 روزنامه لاناسیون درج می‌شود. وقتی نگارنده مقاله مزبور را نوشته، حکومت روسیه به دست بلشویک نیفتاده بوده است، ولی طبع مقاله مزبور مقارن می شود با ریاست لنین در روسیه و فرستادن او مکتوبی راجب عقاید و افکار خود به یکی از رجال آلمان و منتشر شدن مکتوب مزبور در ژورنال دو ژنو، روزنامه لاناسیون. مکتوب لنین را از ژورنال مزبور نقل کرده با مقاله نگارنده در یک نمره
بلکه در یک ورقه نشر نموده است و خلاصه آن این است: قوه عوام و قوه خواص. از آن هنگام که بشر پا به دایره هستی نهاده، عالم بشریت به اقتضای طبیعت میدان جنگ و جدال بوده است برای قوه عوام و قوه خواص. یکی از این دو قوه سعی می کرده همه به طور تساوی از حاصل طبیعت استفاده نمایند و دیگری می کوشیده تا برای خود امتیازات به دست آورده به طور خصوصی بهره‌مند گردد. قوه عوام می خواهد امتیازات غیر قانونی را از صفحه زندگانی بشری محو نماید و قوه خواص می کوشد آنها را محافظت نموده بلکه بر وسعت دایره آن بیفزاید. قوه عوام با شمشیر اکثریت از حقوق خود دفاع می کند و قوه خواص در غلبه بر حریف ستیزه خیش به جاه و مال اتکا می نماید. قوه خواص تا کنون از بیخبری عوام استفاده کرده بر آنها حکومت نموده است. همان عوام بیخبر که گاهی بیرق سیاه خود را به حمایت بدبخت کنندگان خیش نیز برافراشته، موجبات مزید بدبختی خود را به دست خود فراهم می آورند. و قوه خواص می کوشد که عوام را در سیاه چال نادانی و بیخبری نگاه دارد تا بر عمر کامرانی خیش بیفزاید. ولی از آنجا که عالم رو به ترقی است، روز به روز به واسطه پی بردن عوام بر حقوق مشروع خیش بر قوه آنها افزوده، از قوه حریفشان کاسته می گردد. سقوط پی در پی خاقانها، تزارها و پادشاهان مستبد و تبدیل اساس حکومت‌های استبدادی به جمهوریت و مشروطه که تکیگاه آنها قوه ناشی از عوام است، این مدعا را مدلل می‌دارد و جای آن دارد که تصدیق کنیم دیر یا زود در این میدان نبرد طبقاتی قوه خواص مغلوب قوه عوام بگردد و اصل مقدس هر کس به حق خیش به جای اصل نامقدس هر کس زور و زرش بیش او پیشتر مستقر گشته، اصل نامقدس را محو و نابود سازد. اگر روزگاری در نظر عده‌ای از خلق حکومت عوام قابل اعتنا نبوده و تصور می‌کردند خالق متعال عنایت مخصوص نسبت به اعیان و اشراف دارد و همه خوشبختی‌ها را برای آنها خلق کرده است و بدبختی‌ها را برای بینوایان، ولی رفته رفته بطلان این عقیده ثابت شده، همه دارن معتقد می گردن که زیر بار تعدی و تجاوز صنوف ممتازه نرفتن و زمام حاکمیت را به دست قوه قانونی ناشی از عموم ملت سپردن مخالف اراده الهی نمی باشد. و چون دیدیم با نشو و نمای این عقیده قوه عوام در میدان مبارزه حمله های شدید نموده، هر دفعه به استرداد قسمتی از حقوق خیش کامیاب گردیده، دشمنان خود را مجبور ساخته است که به حدود و حقوق خیش قانع بوده باشند و از تجاوز به حقوق دیگران خودداری کنند، پس چرا باور نکنیم که دیر یا زود روزی بیاید که قوه عوام دنیا یک جا و یک جهت بدون امتیاز نژاد، زبان، مذهب و رنگ قیام کرده بر حریف خیش غلبه کامل نماید و اثری از وجود او باقی نگذارد. و برای اینکه قوه عوام به جنبش آمده، با شمشیر اتحاد و اتفاق به میدان مبارزه با خصم حاضر گشته او را محو سازد، وجود قحطی‌های شدید و جنگ‌های خونین تحمل ناپذیر لازم است که محرک قوه عوام و موجب شورش و انقلاب گردد. و چون تا کنون انقلابات عمومی به طور شدت در عالم موجود نشده و قوه عوام دنیا آن نهضت شدید را که بتواند کاخ ستمکاران را یک جا ویران سازد ننموده، هنوز قوه خواص حکومت می نماید. جنگ کنونی که نه تنها از آتش آن شرق و غرب می سوزد، بلکه شعله‌اش به دو طرف این کره سرایت کرده، البته بر ضرر قوه عوام و بر نفع سرمایه‌داران و طبقات ممتازه در جریان است و خسارت‌های جانی و مالی و بدبختی‌های شدید آن همه به عوام می‌رسد. این جنگ تا یک اندازه موجب گشته است که قوه عوام بیش از پیش به خود آمده در شانه خالی کردن از زیر بار تحکمات نامشروع خواص پافشاری نماید و بهتر از همه وقت پی می‌برد که اوضاع اجتماعی کنونی برای او عاقبت وخیم دارد و اینکه جان و مالش در این آتش جهانسوز نابود خواهد شد
چرا و برای چه این است که به حال هیجان افتاده می‌خواهد از اطاعت کردن از گردنکشان خود پرست سر پیچیده به آنها بفهماند که بایستی به حرص و طمع خیش خاتمه داده تجاوزات خود را به زیر دستان محدود سازند. از طرف دیگر حکومت‌های اشرافی و سرمایه‌داری باید پیش‌بینی کنند که هر قدر دامنه این جنگ طولانی بشود، اساس زندگانیشان متزلزل‌تر می‌گردد و لجاجت آنها در ادامه جنگ در عالم بشریت گناه غیر قابل عفو شمرده می‌شود و اگر یک قسمت از دارایی خود را فدای نگاهداری قسمت دیگر نکنند، ممکن است همه را از دست بدهند. بالجمله باید دانست که بالاخره مسئله مستملکات که یکی از عوامل مهم این جنگ است از میان خواهد رفت و هر ملت در کارهای خود آزاد و در برابر عالم انسانیت مسئول خواهد شد. اساس حکومت‌های استبدادی منهدم خواهد گشت، چنان که حکومت استبدادی مسکو که ننگ عالم بشریت بود معدوم گشت. دریاها آزاد خواهد شد، مجامع بین المللی زیاد و روز به روز بر قوه آنها افزوده خواهد گشت. قشون و اسلحه عمومی محدود خواهد گردید و قوای انسانی که امروز صرف خرابی اساس بشریت است، صرف ترقی و تعالی و حسن انتظام و آسایش و آرامش بشر خواهد گردید. انتها. و اما کنفرانس سوسیالیست ها. کنفرانس مزبور به واسطه ضدیت انگلیس و فرانسه که نمی‌پذیرند نمایندگان سوسیالیست‌های آن دو مملکت در این اجتماع شرکت نمایند، دو مرتبه تأخیر شده در مرتبه سوم به کلی موقوف می‌گردد و این مسئله قابل نظر است که آیا سرنگرفتن کار کنفرانس مزبور به واسطه مساعدت ننمودن انگلیس و فرانسه بوده است و به رغم آلمان‌ها برهم خورده، یا اینکه آلمان‌های صلح طلب هم با این کنفرانس در باطن همراه نبودند. و اگر قسمتی از سوسیالیست‌ها بیشتر با فشردن دکمه سابسکرایب به اعضای کتابخانه صوتی فارسی زبانان بپیوندید.